دوام خشونت در برابر زنان افغان پای اینان را به اینجا کشانده است. میگویند قوانینی که برای مبارزه با خشونت ساخته شده باید عملی شوند. قوانینی که فقط ورق نوشته شده و قانون به نظر باشه نباشیش به مردم فایده نداره، اما گام مثبت هست. در موارد شاید ما بتانیم که از اون قانون استفاده کرده و حقوق یک زن با او بتانیم حقوق زن من به نسبه مثلا در موارد ما دمی دفتر کمکات مثلا زیادی از زنان با خشونت مواجه میشن. سنگسار، با آتش کشیدن، قتل و آزارهای جنسی و روانی از موارد تکان دهنده خشونت با زنان خوانده می شوند. جنایات بیشمار علی زنان افغان روا داشته شده، زندانی و شکنجه شدن، سنگسار و تیرباران شدن، موارد تجاوز جنسی و تجاوز گروهی قرار گرفته، به جبر به فحشا کشانیده شده، گوش و گلو بینی و سینه بریده شدند. همچو ایوانات مورد خرید و فروش قرار گرفته و صدها جنایت و خیانت دیگه علیشان روا داشته شده. خشونت علی زنان باید محاکمه کرده. زنده باد پیکار زنان ما در برابر اشغالگران. آماری را که هفته پیش وزارت امور زنان افغانستان منتشر کرد نشان می دهد که موارد خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. زیرا به گفته این وزارت پارسال 2695 قضیه ثبت شده بود و امسال حدود 1500 قضیه خشونت علیه زنان در افغانستان به ثبت رسیده است.